در خصوص نقش حسین در زمان صلح حسن با معاویه، به دلیل اینکه این موارد جزء نقش زندگانی حسین هست در زمان برادر خود و به نوعی شاید زمین ساز شورش یا قیامی است که حسین بر علیه جانشین معاویه میکنه، تصمیم گرفتم در بخش پایانی این جلسه مطالبی رو خدمت شما عرض بکنم. حسین در زمان صلح حسن و معاویه 37 ساله هست، اما حسن به واسطه مشکلاتی که در راه او پیش آمد و خیانت هایی که سرداران او از جمله عبیدالله ابن عباس میکنه و با 1,000,000 درهم 8,000 سرباز رو تسلیم معاویه میکنه و انشقاقی در لشکر حسن پیش میآید، صلح رو میپذیره. اما صلحی که میتوانست اون رو هم نپذیرد که من در ادامه خدمت شما عرض خواهم کرد. حسن هدف از صلح خود با معاویه رو اصلاح امت و حفظ خونشان عنوان میکنه که این مطلب رو بلاذوری در کتاب خود آورده، اما در همان زمان هم اعتراضاتی بر حسن وجود داشت، به جمله افرادی مثل حجر ابن عدی، سلیمان ابن سرد خزاعی، سفیان ابن ابی لیلا به حسن به شدت اعتراض میکنند و حتی سفیان حسن رو مذل المؤمنین میخواند، یعنی کسی که مؤمنین رو ذلیل کرده است. سلیمان ابن سرد خزاعی، همان کسی که بعدها به حسین هم نامه می نویسد و کوتاهی می کند اما در بین توابین به عنوان شخص اول برگزیده میشه و بعدها کشته می شود، به حسن جمله جالبی می گوید. او می گوید با اینکه 40,000 جنگجو از اهل کوفه جز اهل بصره و حجاز با تو بودن، چرا به صلح و واگذاری خلافت تن دادی؟ در واقع سلیمان به حسن می گوید تو هنوز 40,000 نیرو فقط از کوفیان داشتی، در حالی که افرادی از بصره و حجاز هم با تو بودن. وقتی ما اینها رو در کنار هم قرار می دهیم تا ببینیم که از صلح حسن با آن همه نیرو اگر فایده‌ای مترتب بود، پس حسین چگونه با آن نیروی اندک قصد قیام داشت. حتی اگر بپذیریم 18,000 نفر از کوفیان هم با حسین بیعت کردند، باز هم به اندازه سپاهیان حسن نبوده است. بنابراین سلیمان از حسن سؤال معقولی رو میپرسه و میگوید هنوز هم افراد زیادی با تو هستند، اما ظاهرا روحیه حسن همان چیزی است که بارها علی به او اشاره کرده بود و اینکه حسن از جنگیدن روی گردان هست. البته احادیثی هم بعدها از پیامبر آمد که در زمان کودکی حسن اشاره کرده بود که به واسطه این پسرم دو گروه از مسلمانان با هم صلح میکنند، اما به اعتقاد من این موارد بعدها ساخته شد تا توجیهگر کار حسن باشد. اما نکته جالب این هست که حجر ابن عدی در زمانی که حسن پیشنهاد صلح رو میپذیرد، به حسن میگوید که در واقع به خدا دوست داشتم میمردی و ما نیز با تو میمردیم، ولی این روز را نمیدیدیم، که مجلسی در کتاب خود این مطلب رو هم آورده. بنابراین این اختلاف رو در بین اصحاب حسن میبینیم که با صلح مخالفت داشتند. اما به نوعی شاید اولین مورخی که گزارشی از نظر حسین در مورد صلح نامه داده بلازوری باشه. من عیناً متن کتاب رو برای دوستان میخوانم. در واقع بلازوری میگوید که حسین به نحو بسیار تندی با حسن مخالفت میکنه، اما جمله‌ای که میگوید این هست، میگوید وقتی حسن سپاهی به فرماندهی قیس بن سعد به سوی معاویه میفرستد، در جایی با حسین خلوت میکند و از صلح سخن میگوید و از بگردن گرفتن خون مردم شام و عراق سخن میگوید. اینجا زمانی هست که هنوز سپاه قیس و سپاه عبیدالله ابن عباس با هم نیامده اند که بعدها عبیدالله خیانت بکنه. برای همین به نظر میرسه طبق این گزارش حسن به دنبال صلح بوده قبل از اینکه خیانت یاران خود رو ببینه. اما ادامه. بلازوری می نویسد پاسخ حسین این است که خداوند تو را هدایت کند تا اول کسی نباشی که بر پدرت خورده گرفتی و او را سرزنش کردی و از کارش کناره گرفتی. یعنی به حسن میگوید که این عمل تو به نوعی توهین به پدر ماست که با معاویه جنگید و تا آخرین لحظه مقاومت کرد، اما تو به راحتی میخواهی صلح بکنی و در واقع با این کار پدر خود رو تکذیب خواهی کرد. حسن گفت من به آنچه تو میگویی باور ندارم، به خدا اگر با من همراه نشوی تو را در زنجیری آهنی میبندم تا زمانی که از کارم فارغ شوم. پس حسین با نظر پذیرش گفت هر چه صلاح میدانی انجام بده. پس بنابراین کار این دو برادر دچار اختلافاتی هم شده است. اما جالب این هست که نقل به چنین مطلبی رو ابن عساکر هم آورده و در واقع او تقریبا به شکل فوق که من مطالب رو عرض کردم گزارشی رو تایید میکنه و اتفاقا در گزارش ابن عساکر نام عبدالله ابن جعفر هم آمده که به نوعی با حسن سر
مخالفت داره و به نحوی با حسین گرایش داره، یعنی او هم معتقد هست که کار حسن موجب تکذیب علی خواهد شد. اتفاقا این مطلب در گزارش های ابن کثیر، اربلی، ابو مختلف و ابن خلدون هم آمده و به نوعی تمام گزارش تاریخی نشان میدهد که در واقعه صلح حسین با حسن همسو نبوده. بعدها ما میبینیم که حتی ابن اسم کوفی هم که گرایش های به نوعی شیعی داشته اشاره میکنه که چون حسن از واگذاری امر خلافت به معاویه خبر داد، برادرش حسین گفت ای برادر، تو را از این کار به خدا پناه میدهم، اما حسن مخالفت میکنه. در دیگر منابع شیعی همچون مناقب ابن شهرآشوب و بقیه کتب دیگر هم این اختلاف اولیه بین حسن و حسین آمده، اما بعدها حسین هم میپذیرد که تن به صلح بدهد با شروطی که حسن اون رو پذیرفته. نکته دیگر این هست که در منابع شیعی و همینطور منابع اهل سنت آمده که علاوه بر حسن، حسین و دیگر اصحاب نزدیک حسن هم با معاویه بیعت می کنند و به نوعی این بیعت فقط مختص به حسن نبود و ظاهرا عمرو بن العاص از معاویه خواست زمانی که بر منبر کوفه این مطلب به عنوان می کند که ما به صلح در آمدیم و شروط چه هستند، حسن هم در تایید آن صلح نامه سخن بگوید و اصحاب او هم بیعت بکنند. تنها شخصی که کمی به نوعی در آن جلسه مخالفت خودش رو تا پایان ابراز میکنه قیس ابن سعد ابن عباده هست و بعدها در مورد زیاد ابن ابی هم این مطلب گفته شد، اما ظاهرا حسین دست از مخالفت اولیه بر میداره و با شرایطی که در معاهده بود که برخی از شرایط اون مالی بود و حتی به نفع حسین هم مقرری 1,000,000 درهم سالانه هم وجود داشته بیعت میکنه و برخی از شروط مالی و شروط غیر مالی که محل تأمل نیست بلکه دوستان میتونن با مراجعه به تواریخ مختلف اونها رو بخوانن که عمده اونها این بوده است که معاویه از تعقیب و کشتن یاران حسن دست برداره، به نوعی بعد از خود جانشینی رو تعیین نکنه و کار رو به مسلمین واگذار بکنه که اونها هر کسی رو خواستن برگزینن. در مورد حسن و در واقع اصحاب او یک شرایط مالی در نظر میگیره، از جمله خراج کوفه رو به اونها بده، همینطور درآمد سالانه دارابکر در فارس رو به اونها بده، هرچند این مطلب محقق نشد چون مردم بصره معتقد بودند که این پول برای ماست و ما این رو به حسن نمیدهیم، اما معاویه هم فی الواقع در دادن عطایا و بخشش های زیاد به حسن و حسین کوتاهی نمی کرد و در واقع این رو از طریق دیگری جبران می کرد. جالب این هست که بعد از در واقع صلح حسن با معاویه، برخی از همان مخالفینی که در کنار حسن بودند به سمت حسین می آیند و از او می خواهند که این پیمان رو بشکند و در واقع پایبند به این پیمان نباشد، اما حسین اشاره می کند که ما بیعت کرده و پیمان بستیم و راهی برای شکستن بیعت ما نیست و تا زمانی که معاویه زنده هست شما باید در درون خانه هایتان بمانید. هرچند عده‌ای از افراد هم بودند که در زمان معاویه دست به شورش می زدند و لعن علی رو بر روی منبر کوفه بر نمی تابیدند و به واسطه همین مسائل مختلف بوده است که معاویه اونها رو کشته، از جمله حجر ابن عدی که در سال 51 کشته شد و همینطور عمرو ابن حمیر خزائی و برخی افراد دیگر. بنابراین از اینکه حتی حسین و حسن نسبت به لعن پدرشان بر روی منبر کمی منفعلانه تر از حجر ابن عدی و دیگران باشند تعجب برانگیزه، به خصوص که من عرض کردم مروان ابن حکم زمانی که والی مدینه بود همواره بر علی لعن میفرستاد، حسن و حسین هم اینها رو میشنیدند و در واقع فقط حسین بود که اندکی با مروان دهان به دهان میگشت اما دست به عملی نمیزد. اما در مورد فرزندان حسین و برخی از مناسبات خانوادگی که بین آل علی و آل امیه در جلسات بعد عرض خواهم کرد، خواهیم دید که این مناسبات در عین حال که دشمنانه بوده تا چه اندازه هم دوستانه هم بوده. نکته دیگری که باید اشاره بکنیم این هست که معاویه بعد از صلح اقداماتی هم انجام می‌دهد در خصوص به نوعی نقض برخی از مواد پیمان نامه، از جمله اقدام برای گرفتن ولایت عهدی برای یزید که البته ظاهراً به پیشنهاد مغیرت ابن شعبه چون این مطلبی انجام شد و معاویه سعی کرد آرام آرام از افراد مختلف بیعت بگیره برای یزید، و برخی مفاد قرارداد که به نوعی شکسته شده بودند از جمله کشتن حجر ابن علی و دیگران. جالب این هست که برخی از پیروان حسین یا شیعیانی که اونها داشتن در کوفه بارها نامه هایی به حسین نوشتن و از او خواستن نسبت به این مطلب قیام بکند، اما ظاهرا حسین نسبت به قیام کردن واکنش مثبتی نداشته
و اشاره کرده است که چنین چیزی محقق نمی‌شود. اما در دوران حسین اتفاقی پیش می‌آید و آن کشته شدن یا مردن برادر او حسن است. بسیاری سعی کردند این مطلب را به معاویه نسبت بدهند و برخی ها هم این مطلب را به جعده دختر اشعث ابن قیس کندی نسبت دادند. اما نکته ای که من در پایان میخوام عرض بکنم این هستش که به نوعی مصادر تاریخی اشاره صریحی نکردند که این مطلب توسط معاویه انجام شد. حداقل در گزارشی که در طبقات ابن سعد هست، حسین در حالی که حسن بیمار بوده به او مراجعه میکنه و به نوعی از او میخواهد نام کسی که او رو مسموم کرده بگوید، اما حسن از گفتن نام او امتناع میکنه و این نشان میدهد که بر روی شخصی که قاتل حسن بوده یا به نوعی سبب کشته شدن او بوده اتفاق نظری وجود نداره و بعدها احتمالا این مطلب رو به معاویه نسبت دادن. دلیل اصلی که بنده عرض خواهم کرد در جلسه سوم خواهد بود که آنجا بحثی بین حسین ابن علی و معاویه در میگیره و آنجا بنده با یک نگاه تحلیلی به دوستان ابراز خواهم کرد که حتی خود حسین هم قبول نداشته که معاویه قاتل برادرش حسن باشه. نکته‌ای که در پایان باید خدمت دوستان عزیزم عرض بکنم این هست که حسن در زمان مرگ وصیتی به حسین میکند و اون این هستش که اگر میتوانی من رو در کنار قبر پیامبر اسلام دفن کن و اگر احساس خونریزی و بیم خونریزی میرود حتی به اندازه خونی که از حجامت بیرون میآید دست از این کار بردار و من رو در بقیع کنار مادرم دفن کن. ظاهرا این مطلب میرود که انجام بشود، اما مروان ابن حکم مخالفت میکنه و این درگیری بالا میگیرد بین آل علی و آل امیه. سرانجام بر این هستند که حسن رو به نوعی در همان بقیع دفن کنند تا خونریزی نشود و به وصیت حسن هم عمل بشود. در زمان دفن حسن ظاهرا نمازی که باید بر حسن خوانده بشود توسط سعید ابن عاص والی آن زمان در واقع مدینه خوانده شد و این مطلب هم که بعدها وارد اعتقادات شیعیان شد مبنی بر این که بر امام در واقع کشته شده یا فوت شده امام بعدی نماز میخواند در مورد حسن به وقوع نپیوست و سعید ابن عاص بود که بنابر نقل تواریخ بر او نماز خواند و آن هم رسم بوده است. از جمله این که اشاره شد که ابتدا سعید ابن عاص به واسطه مخالفت برخی از آل علی دست از این کار برداشت، اما ظاهرا حسین اشاره کرده است که اگر این سنت نبود که والیان بر مردگان نماز بخوانند شما رو پیش قدم نمی کردیم. برای همین سعید ابن عاص رو به عنوان امام نماز میت بر حسن برمیگزینه. این مطالب مطالبی بود که در دوران نوجوانی و جوانی حسین به سمع شما دوستان رساندیم. امیدوارم در جلسه بعد وارد زندگی شخصی حسین از باب فرزندان و زنان او که میشویم نگاه تحلیلانه تری نسبت به مسئله ارائه بکنیم. هرچند آرام آرام نقش حسین بعد از مرگ حسن آغاز می شود و به خصوص نقشی که او در انتهای دوران حکومت معاویه و دوران یزید داره. برای همین در اکثر کتب تاریخی در مورد کودکی و جوانی حسین مطالب خاصی نیامده و چندان محل تأمل نبوده، چون همواره زیر سایه پدر خود و برادر بزرگتر از خود یعنی حسن قرار داشته.